به دنبال نگرانی ها بابت افزایش تعرفه های گمرکی بر صادرات افغانستان از سوی پاکستان، وزارت خارجه کشور میگوید که با تلاش از راه های دیپلماتیک این مشکل را حل ساختند. پر افغان میوه د مالی لولولو پریکړه یو عمومي فیصله وه چې له دې نه به افغانستان مستثنا وي. په ناسته کې د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر اموالو اضافي تاوان او په تورخم او چمن کې د موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر نوې تګلاره هم خبرې وشوې. در همین حال مقام های وزارت صنعت و تجارت میگویند که تاجران افغان میتوانند به زودی روند صادرات خود را به پاکستان از سر بگیرند. خب یک روز یا دو روز این موضوع مطرح بود. خوشبختانه با تلاش های جوانب مختلف از جمله دستگاه دیپلماتیک ما، وزارت صنعت و تجارت، این موضوع فعلا برطرف شده. هرچند پاکستان تعرفه ها بر صادرات افغانستان را کاهش داده است، اما مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور می گویند که پاکستان همساله موانع را برای صادرات میوه های تازه از افغانستان ایجاد می کند. آنها می گویند به دلیل سیاست های ناسالم پاکستان تجارت آنها همیشه ناپایدار است. نو در اماغی پس هست باندی پرون دوی یوی سارو صادر کلا پاکستان طرف و چی؟ افغانستان دغه ارډیټیکس نخلاص دی او دا ښه کار وشو. موږ استقبالو زمونږ ډیپلوماتانو، زمونږ سفارتکارو او قونسلګری زراعتي اتشوم ډېرې هلې ځلې وکړلې. بالاخره دا مشکل حل شو. بدبختانه دا مشکل هر کال موږ ته پیدا کیږي په داسې وخت کې چې زمونږ د میوې وخت رسیږي. برخی از اعضای سکتور خصوصی میگویند که باید با پاکستان در مورد حل مشکلات تجاری گفتگوهای جدی و اساسی صورت گیرد. نو کچیرته دا هم دغه سی مو سره دوگانگی که اینو شاید دا افغانستان و دا پاکستان په اقتصادی برخه که تجارتی برخه که مشکلات پیدا شه و مخه لکه مخ که چا وخت واسه امانه طرف ته بیا هم وړي. کارشناسان امور اقتصادی میگویند اگر مشکلات تجاری با پاکستان به صورت بنیادی حل نگردد، تاجران افغان در آینده نیز متضرر خواهند شد و به هیچ عنوان حاضر نیست که از این مسئله بگذره و با سفر یک وزیر تجارت و دو وزیر تجارت این موضوع حل شود. صدها وزیر تجارت یارمان با خود بردند و نتانستند که مسئله را حل کنند و همه ساله پاکستان در فصل چون می دانه که کل صادرات افغانستان وابسته به سکتور زراعت است و سکتور زراعت افغانستان هم صادرات فصلی داره، یک سکتور میکانیزه شده ما نداریم. این واکنش ها پس از آن صورت می گیرد که هفته گذشته اسلام آباد مالیات گمرکی 5 قلم میوه از افغانستان را از 11,000 کلدار پاکستانی به 90,000 روپیه پاکستانی افزایش داد. اعضای سکتور خصوصی می گویند که مشکلات اخیر پاکستان به تجار و باغداران افغان خسارات مالی سنگینی وارد کرده است.